خلاصه میگم دیگه من در اینکه به قول معروف میگی ترانسپرنت و اینا اینه که من خوب میگم من کاری که میخوام بکنم دوستم به همه سود برسه کودین خود من مثلا اینجوری بیزنس هم همشه شروع کرم. همیشه شروع کردم هم همیشه به کسی که از من میپرسه میگم سعی کن 20 دلار بعدی تو فقط فکر کن چه میخواد در بیاری بلکه 20 دلاری 20 میکنیم 40 40 میکنیم 160 چشم هم بزنه میبینی گنده شده همه میخوان از روی من مای درد آتو آتو دو در تو میخوام تو 20 تا در بیا 9 بعدن آروم باش حالا این راجبه این بود در میگم دمتون گرم هرکی که میاد کانسالتیشن مرسی من خوشحال میشم کمکتون میکنم واقعا احساس میکنم که آدمایی که میان پیشم کسایی که مثلا دارن زندگی خود متفاوت میبینن دارن خودشون رو میخوان بهتر کنن و ایرانی جماعت قوی بشه من کلا خوشحال میشم حالا چه مغزی چه پولی بله آقای دکتر بفرمایید <applause> من تا خوب نیری خیلی یه مش گفتن و بعد دقیقه حرف جدی اون وسط فکر میکنم تناسب این این افکاری که خیلی پراکنده است ولی یه انسجام عجیب غریبی توی این افکار اون هست که من رو تو با هم فکر میزنیم چون از یه بحث میبریم روی بحث روی بحث دیگه مثلا یادم میره اول داستانشون در مورد چی حرف میزدیم و کجا میخواستیم بریم ولی این, این یه، یه، به من یه که لذت میده تو دو دوستیم ما تو همین که میتونیم بینهایت نهایت تو میتونیم حرف بزنیم هیچ وقت تمام نمیشه خدای هر وقت ما داریم حرف میزنیم بعد در درقی حرف زنیم کسی که بغلمون باشه میگه اینو با پادکست کنین آره. اینو با پادکست کنین هات دیگه هر وقت داریم ما ما ایده ما بهش گفته بودم به سوی من همیشه ایده دارم که یه روز دوستا به خاطر پادکست خودم و راستی یه ایده به اومد بس مثل خونه شیشه ای the glass house که همه زندگی ما فیلم ما تو سوراخ توالت و همه چی و دوربین توش بذارم صبح تا زندگی همینجوری پخش بشه حتی حساب بانکی و حتی همه همه ترانزکشن ها هر چقدر پول از حساب میره بیرون هر چقدر پول بود یعنی این خواستم یعنی شفاف ترین حالت ممکن لوخ ترین حالت ممکن زندگی کنم قوی میشه ولی خیلی او... همه گفتم عواقب زیاد داره و فلان و بالا و پایین و نمیدونم مسائل تاکسی. و مسائل دا این نه من من که توخم هم نیست من یه روزی بالاخره رو همچین این پروژه رو پیاده میکنم یه جوری هر جوری که شده آره من خودشون چون زندگی دروغی نمیدم که داش پدرم همین امروز پرسی گفتین خونه دور داری نگران نیستی مثلا مثلا سکیوریتی الکسا اینا ما اصلا چیزی به هر که میخواد گوش بده حرف من و دولت بیاد اینجا رو خودم اصلا مایک بهش میدم اکسس میخواد زحمت بکشه با تصویر ببین میگم این بحث بحث برای اپیزود دیگه بحث همین آزادی بیان و فلان و پرایوسی و تو حریم شخصی چی چی حساب میشه و اینکه تا چه حدی داریم و... آگاهانه داریم واگذار میکنیم سری از قدرت ها و آزادی های شخصی منم میگم برای رفاه هممون اولردی منم خیلی کارا رو انجام میدم و همه این اگریمنت ها رو تو اپ ها الکی اگری میزنیم موبایل اون اوردی داره ما رو کنترل میکنه می خیلی یعنی کنترل یعنی مانیتور میکنه همه رفتارامونو برای همین این معصی معصی میتونیم بذاریم یه اپیزودی من امروز خون برگردیم به هم معصی اصلی آقا مام باباها و گاهی که به ما زدن و تربیت بزرگ شدن میگم چه بچه رو بچه بزرگ کردن هوردینگ اخلاقای قد و غیرقابل قابل تغییری که درشون به وجود میاد به نظر بابای باحال آدمی که با با زمان خودشو وقف میده انطاف پذیری بالایی داره درک میکنه که دنیا داره چه سمتی میره اون افکار پوسیده و کام فکرشو بذاری کنار نجات پرستی تبعیض قائل شدن نمیدونم تحمیل کردن یه جور طرز فکری و که آقا باید اینجوری زندگی کنی خدا اینو گفته خوب و بد اینن می خیلی یه سری حرف هستش که واقعا آدم نمیتونه اینقدر بهش صفر و یکی نگاه کنه و این 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 خاکستری بودنه به نظر چیز خیلی مهمی که آدم بتونه چش یاد بده به که اونم هم به همون ارزش و اخلاقای دوگمی که باید روسری سرت کنی که یه مرد دیگه هیچ وقت یهو سیخ نکنه بخواد فلان کنه خودش همیشه سیخ خوده دو, اره دو اصلا یعنی ای اینا که خودشون انقدر گیر میدن این که گیر میدن انقدر به تمام موضوع از خودش همه هیستر و حشری ترن همین چیزه چون میگه اگه دختر رو من بیرون میدیدم فلانش میکردم پس دخترم یکی فلان نکنه برای همینه میفهمی چی میگم و تو... همون دخترات هم هم تر و چیز عذاب در خیلی یعنی بیشتر وقتا آره خیلی که اون که واقعا ناراحت کننده است ببین من شخصا کاری که خودم میکنم واسه بچه ها حالا دیگه نمیدونم چقدر درست شده باشه چون میگم بدیش پدر مادر بودن که همش من در و رو... توی کار این سورپرایز میشه نمیشه قرار میشه یا درواز میشه مامو میاد تو من کاری که کردم گفتم آقا من باید قبول کنم چیزی چیزا رو نمیفهمم مثلا من خونه مامان بابام با کفش نمیمادن تو ولی من با کفشم در نمیبردم هر کاری که من در نمیبردم بابام گفت خونه من نمی گفتم نه کس نه خونه منم هست من که نخواستم تو دنیا باشم تو منو زاختی تو مسئولیت جو اینجا خونه منه اینجا خونه ماه اینو که همش دیدین خوراک مام بابا جو خونه وقتی که زیر سقف من زندگی میکنه قوانین نه. من خب ولی خب تو هم اینجوری خب با. خوب نیستی با موکو خب پاشا هم اگه خوب... میگم همین میگم دیگه نه آه. من چون خودم این کارا کردم به بینم اجازه میدم این مثلا من میگم اگه پاشو فرسو بیاد بگم خورو دماغم تتو کنم من نمیگم نه شب میام تو تو میگم ای بابا شانس ما بچه‌مو دیوونه ازو در من خب تو مغز خودم میگم ولی نمیذارم بچه‌م اینو بفهمه مثلا من دیدم تو گفت گذ... میذاری بچه‌ها هر وقت که بخوام بخوابن آره این مثلا خیلی به نظر من باحاله مثلا بعضی از وقت دیگه مثلا سر هفت بچه دو تا هفت تا هفت تو تا تمام ماموابایی که بچه‌شون رو سر زور میخوابونن به بهونه اینکه بچه بازود بخوابه میخوان خواهشون تنها باشن ذل میزنن برای اینکه بچه‌ای که میخواد بخوابه تو دوازه زور میتونه بخوابه آره مدرسه داره میفهمم تایم میزنه ولی بچه‌ای که مدرسه نداره یا مثلا شب جمعه شب که تعطیله بچه بساب بچه شو تو یا بچه‌ت یاد میدی یا بعد بچه بس از زود بخوابی ساعت ده که بخوابی هنوز نمیدونم تو بدن فلان ترشح نشده واسه همین سایکل خواب ده شب ده بخوابی اینجوری بعد خوبه اونا تو یه اینو به بچه یاد میدی یا بچه داشت مهمه انجامش میده یا بچه به چپش هم نیست یک دو میزن یه سری آدمو صبحین سری آدمو شبین من نمیدونم بچه‌م کدومه چجوری من میام یه حدس بزنم که بچه ما سو صبح زود بالا شه شب زود بخوابونیمش خب شاید بچه نیست من میام 18 سال زندگی اینو برینم توش چون من یه فکر م... رو به هیچی بسای من کاری به بچه ها ندارم بچه های من تو خونه من مثل رومیت من هم. من دارم یه رومیت خوب تربیت میکنم اگه میاد میگم آقا لطفا کفش تو بذار دم در مرتب بذار دم پرد نکن وقتی میرسیم این کارو کن اون کارو کن بذارشون کار میخوام ازشون انتظار دارم تو سرشون نمیزنم پاشو یه هفته یادش بره نمیام میگم پاشا یه کار بعد بدم یه کارم بعد دعوا بیام راهنمایی راه کنم بهش میگم که پاشا آخرین باری که جارو کردی کی بوده میگه خیلی وقت نکردم میگم او پس برای همین کسی شده اوکی okay. بعد میرم بعد من سی ثانیه بعد پاشم میاد جارو برم داره میره این خیلی قوی تر وقتی خودش میفهمه که او الان وقت من رو سیر چه چرا نمیدید کاش بابا بعد تا اینکه وایسی زمانی شنبه صبح شنبه صبح شنبه پاشا مگه نقوم هم به بکنی یه کارم بهت تو این توی خونه تو چند تا مسئولیت داری مثلا من تمام این چیزی که مامان بابا اون دوست نداشتم و همه رو کنسل کردم مامان بابا هم خیلی خوبه قوی بودن به ما مامان خیلی خوبی بودن یه ریزه های ایراد داشتم مثلا همین که من چاقم تقصیر کاملا مامانمه یه خانم چاقم منو مسخره میکرد میگفت ماها بزرگ شدیم و آدم شدیم خواستم بگم کسی تو هر چاقی تو چ... 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 چی داری خیلی هم تو توهم خود لاغر می‌بینی هم ما رو کنی خیلی <applause> <applause> واقعا نمیشکم و این خانوم انقدر آدم بی خودیش، شوهرش از دست این خوشی کرده تو واقعا داستان واقعی <applause> این گرکته به ما میدینه حالا یه من مثلا همین همین مامانم مثل ایراده اینجوری داشت با مثل ایراده, ایراده ای کوچولو داشت همین مثلا از فایننسی من اونا رو روشون کار کردم من چیزی که خیلی نمیبینم اینه که بچه ها چون تو الان مثلا میگی مامان دیگه کاری نمیکنه من میگم قبول مامانتو تو من به کارت سوخته حساب میکنم من مشکلم با اونیه که 25 سالشه 30 سالشه بابا شده و بابای خودشه مشکل دارم یعنی 18 سال زج کشیده بعد الان توی دوراهیه میگه خب پس من الان میتونم 18 سالو برعکس کنم واسه این بچهم یا وقتشه که حالا من بتازم 18 یکی به ما زور گفت حالا من 18 به یکی زور میگم یعنی میدونی یک کیندم کوچیک درست میکنن که فقط یارو رولر باشه از 18 سال این چیز خودخواهانه انسانی که من میبینم من فکر همه انسان داشتون میخوان پادشاه باشن یعنی ایونچولی سیستمی که ما دیزاین شدیم و همه پادشاه کوچولو میتونن باشن با بچهشون چون یه سیتیزن داری واسه 18 سال که دستش به هیچی بند نیست قانونم گفته مال توه و ما از 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 اون تحمیل چیزی که آقا ما تمام زندگیمون زحمت کشیدیم درنش با تو اینو به ما بدهکاری خیلی به نظران طرز فکر تاکسیکه البته میگم، اما تایی تایی خطش هم مامان من هم مامان تو میدونم عشق که میدن اون بخصوص اون کاندیشنال لاو مادری و پدری که آدم میگیره رو نمیتونی قیمت بذاری و همیشه هستش یعنی هرچقدر چقدر مامانم بلد باشه آدم نزدیکت هستن که عاشقتن بعدا چه دوگ میرو فشار بدن که سکته بکنی در حد سه سالی بخواد یه جمله رو با چند تا کلمه تو <applause> زندگی تو رو نابود کنه و این ولی از اون عشق که مامانم میده یا عشقی که یه آدمی که خیلی برام مهم بده اصلا رو نمیتونم هیچ قیمتی بذارم و مثلا میفهمم در مورد کیس مثلا من با هرچی بود پول در میارم میخوام میفهمم برای اینکه اجاره خونه مامانم در بیاد زندگی باید. و مسئولیتی دارم بخصوص بعضی اتفاقی که برای خانم افتاده پدرم دنیا ازمون گرفته شد و فلان اینو من احساس مسئولیت میکنم که باید واقعا کمک کنم آره اصلا بحث نیست که قرب بزنم اینا با افتخار و با تمام خوشحالی این خوشحال بارم. میشی آره یعنی واقعا لذت میبرم ولی توی این پروسه واقعا مثلا میتونم ببینم که فشاری که روم ایجاد میشه که باید بحث خودم باشه من مثلا رو مبل هم زندگی میکنم و من تو سفر من تو من تو مبل و هتل و ماشین و اینا زندگی میکنم دیگه زندگی همش در حال سفره خودم باشم خب خود تنها مثلا اثری نیست ولی اون فشار اکسترا که خب من باید مینیمم انقدر با در بیارم هر ماه که بتونم تامین کنم اون یه فشار اضافی رو آدم بالاخره میذاره ناخداگاه هر قدم ولی مثلا چیم باعث میشه که سری آدم بتونن دیل کنن زیر این بار و این فشار خورد نشن نرن تصمیم های بعد بگن برن توی اعتیاد برن توی قمار برن توی من خودکشی برن توی از خود بی خود شدن و نامید شدن یعنی این من خودم خیلی روحی هم و پرسپکتیوم توی یک دو سال اخیر عوض شده من خودم خب واسکا کمکم کرده یه سری تراپی های اینجوری خیلی کمکم که میتونم اون اتحاب نفسم و اون موجو به قول معروف برگرده که نه من, من توانه خیلی بیشتر از این حرف رو دارم و میدونم میتونم داشته باشم ولی تو از بچگی ولی اون تشنگی و انگار داشتی همون صحنه مثالی که میزدی سه نفر توی بنتون که بودی نمیدید من خب این باشم خیلی جالبه دیگه برای من من, من چون خودم هیچ وقت طمع پول نداشتم برای برای پول راحت می اومد و میرفت تو یه شب زیاد می بردم یا می باختم یا خرج می شد یا فلان می شد و اینو اینو آدم چجوری به آدم یاد میدن که این ارزش یک یک چیزیو بدونه مثلا همین الان که دوستاتون فکر کنم داش 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 نمیگفتی میگفتی که به بچهش مثلا موبایل یا پول چی می میدونه گفتی خب بره کار کنه پولشو خودش در بیاره یه سری از این از این کارهای کوچولو اینجوری که آدم من خودم فکر میکنم که مثلا من بچه دار بشم خدا آدم الان حرف میزنم من میخوام دیسیپلین بزنم فلان ولی بچه‌هام زرنگن لامصب این روزا قشنگ از ادبیاتی که استفاده بزن... میکنن تو رو کلک میزنن سرت که اون چیزی او اون که میخوان نمیتونی باور کنی آه. هیچی دروتر از بچه نیست <تصفح> <تصفح> یعنی نمیدونی ب... چون هیچ کاری نداره به قضیه اینکه بشینه ایمرجنسی رو استفاده کنه بی اس درست کنه واسه همین تو نمیتونی اون جنگو ببری فقط باید بدونی که این فقط داره زره مف میزنه واسه اینکه میگه خسته ناراحت هم دنیا واسه تماشا بگو چپم بیا بیرون ولی اگه واقعا بشه گوش بدی میگی نکنین بچه‌ها چون میگم همشتن دروغ میگن این این ای بچه این یه فکت واسه بچه‌هاست دومین چیزش اینه که من یک کار که کردم من پولو اولا بهشون اینوستمنت یاد دادم مثلا بهشون کش میدم بعد میام این بدترین حالتیه که میتونی پولو داشته باشی و پول تو اینوست کنی بعد همون موقع بهش طلا نشون میدم میگم اگه اینو داشته باشی این هر رو گرون میشه این هیچوقت گرون نمیشه همین میمونه اگه شانس بیاری بعد پاشو میپوشم میگم میخوام طلا کنم بعد میگم این کمه ده تا از اینا یه از بگیری بعد میفهمه ای پولو اینجوری دارم بهش یاد میدم چیزی که من دیدم ماما با بابای دیگه یاد میدن از پول استفاده میکنن که بچهشون رو برده کنن یعنی اصلا بچهشون رو برده درست میکنن بعد که بزرگ میشن میگن ما همه داریم برده دیزاین میکنین چه داریم بعد اینجوری میکنین میگه که دیگه شده هفت سالت میتونی مثلا پلا رو جارو بزنی من به مایده دلار میدم پلا جارو بزن بعد چون که داره پول میده مسئولش میکنه سرش داد میزنه بهش میگه که خوب پولش هم داری میگیری اگه خاصی مجانی بکنی دیگه چیکار واسی بکنی از این چه این هم میندازه بهش من هیچ وقت به بچه ها پول ندادم حالا موقع کوچوله واسه پاشا پول ندادم پاشا مسئولیت زیادی داره تو خونه رو باسنش هم هستم همه رو باید انجام بده ولی پول به میگیره حالا شانسی یه روز با بچه همسایه همین کاردار کنن اونجاست دارم با حرف میزنن بعد پاشا میگه که من باید برم من وقت فلان کارم و ریسایکلر رو برم بالا بعد منم دارم اینا رو میشنوم شانسی کارده میگه چقدر پول میگیری این کارا رو میکنی میگه بابا من پول نمیده میگه اه من مثلا اینه این ماهی اینقدر میگیرم میگه اوکی و پاشا اومد بالا گفتش که بابا من یه ایده دارم گفتم چه آیدیا گفتش که از این به بعد به من یه خورده پول بده برای کاری که هم میکنم تو خونه گفتم که یعنی مثلا می آشغال میبری یا نم اینا میبری من یه طولیت بدم گواره گفتم فکر چقدر مثلا فره گفت I think مثلا 40 dollars اون <applause> 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 من فکر میکنم مثلا 40 dollars فره گفتم اوکی من به پنجا میدم گواره؟ گفتم شو کاغذ بیار که پاشا مای پنجا دلار میگیره ستو کارش هم زیادی نمیشتم خیلی خوشحال خب اجاره اتاقات از هز هزار دلار غذا هست 500 دلار رسونام به مدرسه تا هست 700 دلار کلاس هستش دوباره 1000 دلار بیمه هستش 700 دلار اینوستمنت آخر هستش خودش یه بیل نزدیک 7 8000 دلار گفتم که شما ماهی دیگه 6 و 950 بیاد داده من <تصفيق> <تصفيق> و چی شد گفتم که هفته بدهکاری 50 تا دلار در میاری چون دیگه بزرگ شدی یا دیگه میخوای پول وارد داستان کنی خوشم میاد مرد شدی 6 و 950 شما بدهکاری هر ماه ای خانجی من نگاه کرد گفت فکر کنم بهتره دوست باشیم با هم و رو علاقه کار انجام بدیم گفتم هر تو میخواید من که تو میخواید ن نه 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 گفت نه گفتم اوکی خب بهش یاد دارم که مسئولیت رو واسه خودت قبول کن نه به خاطر اینکه یکی داره تو فشارت میذاره که بگی او oh، چون این اینو به من میده میکنم نه ما توی خونه داریم با هم حال میکنیم من فکر نمیکنم بچه امروز اینو یاد میگیرن وای این بچه هایی که اینو یاد نمیگن که به نظر من بیشترشونه نمیتونن تو دنیا قوی باشن یعنی میگه من چرا آشغال نریزم کسی من پول نمیده آشغال نریزم بیرون آره من وقتی یه سری هم داشتم مثلا 15 20 سال پیش خونه گنده داشتم تو نیویورک اونجا با 10 نفر زندگی میکردم منم نقشه یه جوری ریش سفید خونه رو داشتم و سعی میکردم. جمع و جور کنم و آشپزی کنم ولی سعی کنم مثلا این سیستم بچینم آقا هر روز نوبت یه نفر باشه که تمیز کنه اتاق شخصی خودتون اونم برینی هم عبدی و هم اپتی نداره ولی توی سالن آشپزخونه می‌خوام یه جای باشه که همه زندگی کنیم دیگه لذت ببریم دیگه یه جای مشترکیه جای عمومی من هر قانون و هر سیستمی سعی کردم پیاده کنم همیشه شکست میخورد. این یعنی صد در صد وقتا شکست خورد چون گفت که دو نفر کنگو شدی کنن آدم کرکسیف آدم تخمی باشن سری همه پشتش بوم آره اون نکرده دیگه دا دا آه. آه. یعنی یعنی اون نکردی منم من یه بشقاب اینجا بودیم همه همه ان یعنی رو ان میگرفت و بعد هیچ وقت اونش اتفاق نمی‌افتاد اون دیوار وریش هم هیچ وقت اتفاق نمیفته که چرا لا با ظرفتو شستی آخه تو هم ظرفتو شستی این هیچ وقت اتفاق <تصفح> نمیفته ولی <تصفح> تو ظرفتو گذاشتی منم گذاشتم دیگه من اصلا یادم مثلا من من, من مثل چون تمیزی حساسم و برام میشه عجیبه مثلا خونه ای آدمایی میرم حتی الان فیلم های اون موقع خونه زندگی خدا میرم خیلی کثیف داره حتی اونی که یادم میاد یعنی <applause> مثلا میگم تمیزم اون دوره مثلا نگاه میکنم میگم خب منم تسلیم شدم آخرش دیگه به این قضیه با چیکار کنی همینی که هست و مثلا الان توی سینو باتر مثلا بزن خب خونه من خیلی وقت تو خونه فنا میمونم توی سفر و دوی تور من چون حال میکنم با آدم جدید آشنا شم باشه. و اه... بعضی بزرخم... خب بچه جوون هم خیلی هاشون و اینا مثلا میرم, میرم همومه مثلا پرده قشنگ جلبک بسته بس خود خودم اینو مامانا شروع میکنم ثابت میگم چرا میسام من میرم به جای که ثابت وسط ثابت میرم بیرون مغازه رو جدید میخرم یا میذارم بعد یه روز ناراحت میشم چرا عوضش کردی میگم بابا داره جلبک چسب میده بزن یکی عوض <تصحك> کنه <تصحك> آره ولی مثلا من رابطه دارم که خونه یارو بعد به خودم میگم تو حق نداری خونه مردم مثلا دخالت کنی فلان و اینا ولی ای طرفم چرا نه دیگه یکی چیزی بهش یاد نده یکی وایجه بهش یاد بده دیگه. آره منم تو مثل تو رو کو راستیم و دیگه مثلا آقا و این قصد ما میگم تو داری من حال میدی خونه دارم میمونم و عاشق مثلا بازم, میام خونت ات بازم میام تا بالا میشم اینجوری که الان دارم پای سرت حرف میزنم دارم میگم که کلا این به نظرم خیلی چیزی که میتونه بهتر بشه توی کوالیتی زندگی کیفیت زندگی خود آره. تو مریض چه واقعا چون چه دیگه آره یکیشون فقط کافیه یه دونه چیز بزنه ولی الان میدونی بلند بلند که دارم فکر میکنم جو که دارم حرف میزنم متاسفانه دقیقا همینه میگن این کلیشه به میگن the road to hell is paved with good intentions <applause> راه به جهنم با نیت های خوب ساخته شده و آدما بریم میخوام بگم این طرز فکر ما فقط در تمیز کردن شد باشیم پیشنان ولی آدما با همین این توجیه که تو ذهن خودش گفته خدای کسوشر تخیلی من که من آلت تو رو ببرم بدم به یه گوسفند بخوره که مثلا بریم بهش یعنی میخوام بگم یعنی جفتمون نیتمون مثلا چیز خوبه برای اون طرف ها ولی اون از کجا داره میاد من از کجا آره نه خیلی جالب این موضوع که میگم اینا واقعا به نظر من همش برمیگرده به امروز دیدی دیگه امروز دیدی ما دیگه من کلا چی سی ثانیه وقت صرف کردم این واقعا درس گرفت یعنی الان میگه راست میگه اونو دام بازی میکنم من اونجا نیستم راست میگه من لوزرم یعنی لک لوزرم یعنی این دعوا رو من باختم آره خیلی باحال بود چون اونجا یک بچه دیگه آب اسپلش کرده بود رو موموکو بعد داش داش بعدش میپرسید این خیلی برانجور بود جوری که فریم کردی سوالو ازش خیلی باحال بود این گفتی که آقا الان سه نفر تو این بازی بودن الان یه نفر کی بازنده این بازیه اول گفت اون کیا که اونجا دم سخت بود دوباره باش دوباره ریفریم کرد این سوالو براش گفت نه من بازنده چون من الان مجبور شدم بیام خونه به خاطر رفتارم آره گفتن اگه اونا بازندن الان کجا گفت اونجا گفت هم چیکار میکنن الان بازی میکنن تو کجایی که خونه گفتن خب پس کی فکر میکنی با فکر اونا باختن گفت نه <تصفح> <تصفح> خیلی کیوته بعد خودش به این پوینت میرسه نه که چون مامان باباها چون خب بزرگترن باهوشترن با تجربه ترن با دیفالت میدونن چی شده تا میگه یه کارت آمده ولی بچه اینو نمیفهمه و بچه هم بد نیست داره فکر میکنه اون لحظه چون من اسپر شدم من الان حق گرین لایت دارم برم دهنه رو سرویس کنم داره شما که حق داری گرین لایت ولی لول داره تو هم میتونی اسپرشش کنی و اینو میگیره میگه که پس تا کسی منو نزدی که من, من کسی نمیزنم ولی اگه بگی نه تو هیچ وقت به کسی دست بزنید ما اصلا اینطوری نیستیم دعوا واسه بی خب این واقعیت نیست یکی تو خیابون اومد دختر مثلا کیف مامانم گیر پرت کرد مال خیابون خب مامانم باید چیکار کنه آپشنش اینه که هیچ کاری نکنه کیفشو بگیره پرت کنه مال خیابون یا با مش بزنه تو صورتش خب اگه من یاد نرسو باشم هیچ کاری نکنه اشتباه کرده مامانم بزنه تو صورتش اشتباه کرده هیچ کاری نکنه فردا با هر روز کیف نو بخره چون کیفاش دیگه تو رودخونه انداب کنه بزنه تو صورتش مامانم رو ببرین دیونه خونه چون میگم مامانم وحشیه بعد که بشه به پرت کنه دیگه تمام میشه این ترانزکشن میاد خونه با کیف کثیف میگه اینجوری شو تمام شد به نظر من واقعیت ها بیده. مردم خیلی تو توهم زندگی میکنن نه خونه ما زیرو انگری زیرو فایت به هیچ شده آقا دنیا واقعی اینجای نیست من نیست تو خیابون به یارو گفتم ببخشید ما مجدت تو صورت هم. دیگه اگه من میگم ببخشید ما مجدت تو صورت دیگه, این چه تفاقی میتونه بیفته دیگه بسیم این بخور واقعی باشیم میگه مردم همه تو توهمن و دوستان توی توهم بمونن یعنی می جنگم واسه این توهم نه اینجوریه نه اینو اینجوری که تو فکر میکنی نیست اینی که من فکر میکنم و من میگم آقا من فکر نمی کنم من دارم با شواهد میرم جو من چیزی که میبینم و دارم با حساب باز میکنم نه ما قدیم این بودیم ما قرار این بشیم میگم من مثلا مهم نیست من الان رو دارم نگاه میکنم الان داریم چه میفته من نمیتونم بچه‌مو ستاپ کنم واسه یه روزی که مثلا سیستم اومده دور میاد دارن نگاه میکنن کسی رو بزنی ریجکت میشی مثلا تو گاورمنت مثل چاینا الان فکر کنم تو, تو چاینا داره الان میفته پراکورکم آره دیگه میگم بعد وقتی این تکنولوژی ماشینا ها کجا ما و... پوینت میگیرن اه. یعنی چرا قرمز میشه اگه ماشینا فاصلهشون بینشون زیاد باشه کاری که میکنه کامپیوتر مربع مربع میندازه که بهتر که ماشین وایسن با بگه با ماشین توی مربع نباشه جلو باشه عقب قرمز میشه و با واسه پلاکش عکس میفرستن که مثل آدم رندگی کن یعنی تو چرا قرمز چه همه دیتیل تو زندگی باشه من به گام میره اصلا واقعا دو چهار با 1.5 بیلیون آدم داره این کارو میکنه قدرت رو ببین حالا خب ما داریم سر دو تا مام بابا قرب میزنیم اونجا یعنی میلیارد و نیم آدمو دارن اینجوری زور میگن بهشون اونا متواش همین داستانا دارن مام باباشون یعنی ولی طرز فکر مادر پدریه دیگه ما اینا فرزندهای فرزندای که ما داریم به راه راه هدایتشون میکنیم ماکسیمایز داریم میکنیم تمام اپتیمایز میکنیم آره چون بابا تو ماشین ترافیک گیر کرده میگه الان این ترافیکو درست کنم بچه‌م گیر نمیکنه. و دیدی مامبا هم چقدر همیشه سر مسیر و ترافیک و این تو وقت بغل هم میشینن نه این مسیر رو نه گوگل مپ گوش نکن نه, نه فلان کن نه چون من فقط راندم من, <applause> من خونه بودم خیلی رابطه جالی با من داشت چون من اخلاق غیر من راندگی رو... بدم میاد خدا نه من چون اخلاق مثلا ما اونم میگم 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 ما راندگی نمی کنیم کنار تو چون تو قرض زیاد میزنی بهش یه گوی میخواد خود بخور <applause> ما حواس بعد آه... من خیلی رابطم جالبه تو خونه بودم من هیچکی بهم نداره هیچکی بهم گیر نمیده هیچ کسی بهم قر نمیزنه اصلا حوصله بحث و دعوا با من ندارن چون میگن این دیوونه است بگیم پتا پاریس میخواد بره ولدم نمیکنه دیگه <applause> یکی بهشون زنگ زنه قرب میزنه دیگه بعد واقعا پارشن به من برسونن یا مثلا چیزی میگن همیشه با من چی و انقدر این احساس خوبه که با ما با راحت باشی مثلا من گل میزدم قبلا هم بعد نمیدونستان و من از این موضوع بدم میومد که اینا نمیدونن من گل میزنم معنیش چیه معنیش که من 10 سال دیگه بچه داشتم نمیدونم در خونه ام کیرش بدم مامانم من چه پسر شخمی هستم که نمیتونم کلید خونه رو به ننم بدن براتون آقا من گل میزنم ما هم گریه کرد بابام هروینی <applause> زنگ میزد عکس میفرست داره گریه میکنه مادر به یادت 6 سال دهنمو ده سرویس کرد <applause> وای خیلی خنده‌دار بود واقعا هروئین هم میزنه می نه می بود ما باید این کارو بعد بکنن این هر یعنی همه دنیا باید برینم بهت ما ما آقا بزن نوش جون دیگه انتخاب کردی اینو ما نداریم این شور و فهم و مهربونی ما نداریم نه خب میگم فرق بیه. یه میم یه سویت اسپات هست نه از اون میگه ما من که همش عشق میدن لوسم بار که من جوری که با دنیا من تو مرسی وقتی کتای خودم خواستن کونم بزنم بهم تجاوز کنن تازه یاد کنم از خودم دفاع کنم تا قبل از اون که اصلا من تو دنیای هیپی زندگی میکردم اصلا روح هم خبر نداشت مثلا آدم های بد جنس یا خشین و فلان وجود داره اصلا تو تصورات هم نبود یعنی انقدر توی حباب عشق و مهربونی بخاطر جایی هم. که تو آمریکا هم بزرگ شده بودم من دقیقا مثل تو یه جایی بود که ته هیپیا زندگی میکردن همه یعنی پر از عشق و مهر اصلا هیچ اصلا هیچ اتفاق بدی نمی‌افتاد اونجا میدونی چی میگم بعد اومدم ایران راننده اتوبوس سرویس تا مدیر و دربون و همکلاسه همه میخواستن بکنن یه هم آدمی که اصلا نمیدونست چی به چیه اصلا هیچ مدیران نمیدونستم چی هست من اول لبستان بودم این برای حیات بایستاده بودم یه پسر خیلی حیات اون بزرگ بود یه پسر بایستاده بودم تایی تایی حیات مثلا این فاصله که تا سالن داریم و چار برابر کن و اون تایی حیات دستشو اینطوری کرد بعد شو کرد من اون کردم که چی کار میکنه همینجوری اومد از اون تا آمد زد تو و من اون روز فهمم که دنیا دیوونه است چون هیچ نو سناریویی نبود که این مکسنس بکنه میفهمی <applause> چی میگم من مغز من خیلی وحشیانه چیزی رو دور میذارخته می زنرختم. دو 2000 مدل بهش فکر میکنه یعنی مثلا درین که آقا این باباش مرده امروز دیوانه شده داره این کارو میکنه و اینو قبول میکنم این حتی این سناریو هم نوشته توش بذاری هیچ چی نبود چون باباش اون نمیومد مدرسه بعد اون روز من فهمیدم دنیا دیونه است ولی چاقال بودم سالم سالمو کوچولو بودم اولین کاری که کردم وضع مالیم خوب بود رفتم توی بوفه پو... چیز میز خریدم بردم دارم یه پسر که از چارم دبستان بود زورش زیاد بود اسمش هم نادر بود هنوز زیادم اگر جاستی در نادر <applause> این نادر شد پروتکشن من نادر گنده بود بچه پنجمی ازش میترسیدم دیگه واسه یک مسال اول دو دبستان دو بودم نادر با ما بود نادر پشت من داشت سه بام دبستان همون دو هفته اول پام شکست بعد کل سالم دکتر گفت نمه مدرسه تو سه اون دبستان نرفتم مدرسه اصلا چرا بعد جو پاچی کرد خیلی دیگه ببین که دکتر گفت یک سال مدرسه چه حالی کردم بعد معلم مدرسه میاد خونه روزی بیام یه صد درس میاد دو صد درس مید. بعد تازه تابستون هم پام باز شد یعنی مدرسه هم تماشا پام باز نشد ام... چهارم که رفتم مدرسه دیگه یه خوره گنده شده بودن، کسی کاریو کارم نداشت دوستش نیم دیگه روز بچه بزرگا بودیم اول راهنمایی کارتر شروع کردم یعنی ش... شیتوریا قبل میکردم کردم شوتوکان و چیز رو شروع کردم اول راهنمایی سه ماه راهنمایی دیگه شدم بولی مدرسه دیگه خودم شدم اون قشنگ تکامل بولی شدن تو تو مسیر ویلن شدن از معروف میگن یه اتفاق میفته میگه ما اینجا به دنیا اومدن یه ویلین رو داریم تماشا میکنیم اون 700 تا بچه تو مرسه بود من زد به من و هر کی دیگه میزد الان من یادم مهربون رو دوست کباب زده بودم <laughs> گفتی چی که مامانت باعث چاقید بود چی بود من چون در مورد نظر دارم یه چی گفتی مامانت آمان باعث چاقید مامانم اول من جب... همچین حسی بعد خودم دارم چون ما معروف دست به روغنش اینجوری با خونه اون پر خوراکی خوشمزه است یعنی در آن واحد خونه ما تو هر چیزی رو بخوای کره کنی وجود داره و خب من, دا من, خودم آه. برای که دیسیپلین کنم و خودم تو خونم هیچی چیزی یعنی جهت جا دقیق جاهایی که هستم سعی میکنم دور و خودم من نباشه اصلا دسترسی اگه دسترسی باشه به چیپس به بستنی به انا من همه رو, هم رو میخورم همه رو میخورم یعنی رو هم دیگه هم میخورم و نه اینکه جداگونه کنم با هم همه آره رو من چیپس بخورم. میخورم با شکلات چیپس آره. میگن نمکیو ش... نمکی و شیرین میگن بابا بابا اصلا منم اونجوری اگه میتونم جوری خودم بگیرم منم نباشه میتونم من مشکل هم اتفاقی اتفاق کرد تو النا تو خونه من النا مامان تو چیزی میخرم من نمیتونم جوری خودم میگیرم میزنم مامان من هم همین مشکل مامان تو رو داشت که نوتریشن بلد نبود مامان ماما کجونم دارم زب میکنم اگه میشه یه خود آروم صحبت کنم میشه مرسی ام، مامانم اگر یکی بلد نبود غذا پر روغم بود پروتئینش پایین بود کاربش بالا بود اون آردی اون استایل بود بعد کاره بد منو اکومی کرد این دومین کار اشتباهش بود سومین این چیز جلوی منو نمیگرف این نه نوتریشن میفهمید نه احمقیت منو میفهمید نه جلوی احمقیت منو میگرفت نه بلد بود نه خودش حاضر بود بهتر کنه یا مثلا من منو بگیره مثلا من تدیگ دوست داشتم خب تدیک برنج فشرده است پس یعنی هر قاشقی که میخوری داری چهار تا قاشق میخوری بعد چون روغن هم هستش دوباره منم عاشق زندگیم واقعا خب به حالا به من که مامانم میدرست من دوست دارم چیکار میکرد دو تا تدیگی درست میکرد یکیش کاملا مال من بود یکی دیگه منم شعر میکردم یعنی اگه قرار بود <تصفح> <تصفح> برای هم یکم نهنگ شدی دیگه آره ببن. دیگه خب بعد مثلا یادم یه شب و مثلا می میخوردیم ساعت نو مثلا قرمه سبزی بعد ساعت ده میکنم من پیتزا میخوام بعد, بعد بابا میگفت خفه شو وقتی که بس کن چی میگی حرفا برای هم تو اتاق هم گفتم راست میگی دیگه مثلا گاوی چه خبرت دیگه ده شب پیتزا بزنی شام خوردی بعد تو این فکرها که بودم یهو در باز میشد مامانم برام مثلا سه تا شنیسل می آورد با مثلا فرا <تصف> بعد تو فکر که اگه من شنیسل میخواستم یه دونه سفارش میدادم دیگه سه تا چی میگه دو تا سه تا بعد همون داستانی آره چرا مامانا این کارو میکنن برام سه تاشو می <تصفح> ببین مامانم منم تو خونه غذای خوشمزه صبح شب درست میکنه بیک میکنه صبحونه ایکن بیکن ایگز نهار این برن شب استیک فلان بعدش شما من میگه به من میگه چقدر چاق شدی میگم مامان نگاه کن اخ نامرد چی داری در اختیار من میذاری میگه نه ورزش نمی کنم میگم قبول بنزیکوی ورزش نمی کنم تازه کم هم ورزش نمی کنم من هر روز پیاده روی میکنم یوگا میکنم فلان اینا چون اونجایی که میتونم یعنی واقعا سعی میکنم که که چپ بکنم ولی بازم میگم ما دای تاثیر داره لایف استایل سن متابولیسم میره بالا فلان مامانم من معذرت اون قد قد بازیه دوباره میگم دیگه تو هم مثلا اول بحث میگم یه سری چیزایی هستش که مامانم مزه خوی میکنه ولی عوض نمیشه همین میخوام اینو بگم از مامانم هم خیلی با آخرش عشق می بوسه میگم بغل میکنه فلان ولی میخوام بگم این ببین توی بحث بودیزم وقتی ما میریم مدیتیشن تو ویپاسانا یه چیز اسمش سانکارا اگه شما کم کلمه شو که این, این ریشه های تمام افکار تو که میدونی هرچی چی عمیق تر بشه این ریشه ها. تو میخوای بگی تو بعضی وقت ما کاری که میکنیم این اگر وجود رو بگیم کلمه نمیدونم تا بگیم روح ما وجود ما یه گویه و همینجوری افکارهای مختلف خوب و بد های خوب و بد تمام اخلاقا و ارزش ها چیزی میگیریم اینجوری ریشه میگیره توی این وجود ما خب اگه هرج ساعتی تر باشه راحتتر مثل هر یه ویدی میکنیش دیگه درسته بعضی وقت ما کاری که میکنیم فقط از نپ میکنیم بالای درخت رو میبریم ولی تنها ریشهش هنوز هست همون اخلاقای بد و این قدریت یعنی همه تو, تو با مدیتیشن تو یاد میگیری که انقدر درونگرایی کنی که با فکرت بری به اون ته ته اون ریشه برسی که تو ریشه رو از وجود بکنی بفهم آها من برای همینه از دلقک میترسم یا آها برای همین من عقده سکس دارم برای همین من انقدر مثلا مشکل با پول دارم چون میری به ریشه داستان رو سعی میکنی بهش برسی و بررسی کنی که بتونی حلش کنی بتونی بکنیش ولی سن که میره بالاتر بخاطر نسل ما ما انقدر قد و ریجید میشن سفت میشن که اصلا نه تو به ریشه مسئله نمیسی اصلا از رو هم حتی حاضر نیست تا روش هم بتنه درخت و یه جنگل خیلی آره. کیاتیکی شده درسمی. که من اصلا به نظرم یه چیزی که نسل های جدیدتر و جوانتر حتی دارم میبینم بیریم جدیدتر یه اخواه خوبی که داریم به خصوص حتی جوانتر این انتاف پذیری است. که ما متوجه میشیم من چند وقتی بچه جوونی 23 24 ساله داشتم دعوا میکردم دعوا کنم داشتم مثلا نصیحت پدرانه نصیحت پدرانه مثلا میگم این اخلاق اینو این خیلی تخمی بود و مثلا اینجا اینجا مثلا اینجوری به نظرم رفتار کن چون اگر الان جوری این رفتار رو تو نگیری برات پس فرده میتونی مسئله خیلی بزرگی تو زندگیت بشه یه ذره فکر چون خیلی خوب بهش توضیح دادم مسئله رو گفت راست میگی ها ببخشید واقعا سعی میکنم مثلا فلان کنم اینا یعنی اگه بتونم درست بینو منتقل کنه اون براش درسی شد این حرفای من شد هم میذاره تند بود یه ذره در این حرف ولی باعث میشه که پیشگیری کنه به نظر من از یه جایی چون من خودم که از بیشترین چیزی که دوست داشتم تو جوونی که تو کلم میزد کی این دیسیپلین این کار توش خوبی آقا این همه بیت کوین داشتین بده نصف یه دو تاشو بده به من من برات نگه میدارم فلان میدونی هیچ‌وقت حتی بعضی که سیویری نداشتید حتی بعضی که با مام فود شد و کشتنش و اینا مثلا اون مقدار پولی هم که دستمونده بود که همه‌ش هم به گاد دادیم یه دونه فاملی یه دونه دوستتون آشیش کن ما که مغزمون ریده بود توش انقدر تروما شده بودیم اصلا درست فکر نمی‌کردیم یه که نفر به دستمون میگه آبی آبا شما الان زیر تو خوب نیست بیا ما راهنمایی کنیم فلان اینا یعنی بعضی وقتا توی موقعیت درست یه راهنمای درست واقعا جون آدم ها میتونه نجات بده کار خدایی ولی واقعا راهنمای درست که به نظر من معمولا نیست اونوریش هم تازه بهت میگن یعنی مثلا من دیدم که مثلا یه دوستم که مثلا میگم ما قضا بلد نیست درست کنه یهو میخوام کبابی بزنم به هم میگم وا چی بشه میایم اونجا کبابای مجید رو میزنیم اوف خب بعد من میدونم که آقا مثلا ما هفته پیش این مسخره میکردیم مجید و سر کبابش شما گفتین مزه گم میده این چیه چه 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 اینجوری شد به من توی حالا این مثال خیلی مندروردی بود ولی من توی تجربه و زندگیم چیزی که از آدما دیدم اگه بتونن مخفیانه نصیحت یا پیشنهادی به کسی بکنن که لانگ ترم ضربه بخورن میکنن و من یه چیزی که همیشه میگم آدمو بدن این دلیل باشه چون... من موافق نیستم بدن ولی می, می آدمایی که هشتاد اینجا باشن ولی من فکر میکنم دلیلی که بعد از خودم این جمع بندی میکنم که آدم بدن به که ضربه ای که دوزی آدم بد میخوری تا آدم خوب که سرش تو کار خودشه زندگی خودشه تو کمتر تاثیر اون آدم و وجود نداشتنش تو زندگی لمس میکنی تا اونی که مستقیم میزنن تو زندگی پارت میکنه اون خیلی می مثل آدمی که من که دوستم. مثلا یه بار سیاپوس مثلا زد شیشه ماشو شکن چیزی ازش دوزید مثلا روی شما آقا دیدی همه سیاه بدن این یه دونه اتفاق و زندگیش باعث شد براش که جنبندی کامان جا پرستانه احمقانه من بکنه من اون کار سر کنم نکنم تو جایی که ممکنه ولی چیزی که مثلا دی میبینم و دیگه نمیتونم دینای کنم مثلا حرف تو رو قبول دارم میگی که اوکی خوبی ها رو نمیبینی ولی وقتی میشینی مثلا الان من که مثلا چل سانه میام میشینم یه سکرین شات میگیرم از خوب و بدام یک یا مثلا دو تا آدم خوب دارم تو قسمت خوب دیویس و تا آدم بد دارم و بعد میگم خب از مکس سنس دیگه یعنی خوبه خیلی ریره یعنی انقدر کم تو میبینی که آخه میتونی آخه بعد بید. آدم میتونه تو همه چیزم بدون اگزاجر کنیم من میتونم قور بزنم رو اخلاقی بعد دوستان فوکس کنم من من ولی واقعا دوستای دورورم خیلی هم دست خیلی هاشون مثلا ولی تایدلشون واقعا بیشترش آدمای خوبی هن. نه من قدرت چیزم خیلی خدا وکیلی بالاست یعنی من اصلا تو تو خودم گم نمیشم که بگم او رامین اومد اینجا کفش رو نذاشت روی اون پس این پس این هی بسازم نه من اونوریم من میگم مثلا رامین ندید یکی دیگه کرد بعد که دیگه 17 تا دلیل میارم نمیتونم دیگه جمعش کنم میگم اوکی نه دیگه رامین تو خونه دیگه وقتی به مهر استاندارد میزنم یعنی انقدر مطمئنم من سره یه دوست که بریک اپ کردیم همون که باش هفت سال بودم رفتم بعد از اون رفتم پیش یه دون روانپزشک آقا من نه یه 7 سال اومدم بیرون نمیدونم با چه گویی بخورم بعد که با یارو صحبت کردم با یارو که فقط طرف خودم حرف میزنم یعنی هر چیزی که طرف دوست دخترم میگفتم من دهن من میشید من توی اونام سانسور میکردم به طرف دوست دخترم یعنی مثلا میگم اگه روز رو چک زده بود تو گوش من اونو به دکتر نمیگفتم میگفتم چون من با دخره هفت سال بودم یه بار به من چک زد از این دختره کلا تا چی نبوده معلوم میم دختر میگم میدونی ولی آدمای دیگه درو که باز میکنه میگه چی میگه میزد منو آقای دکتر این خانم که تو تعریف کردم خب فقط بدونی چه جوری این منو کتک زده یه بار میدونی یعنی می ولی من گفتم که حتی اینو به دکتر نگفتم هیچ وقت چون گفتم که این باعث میشه دکتر رو ثرو آف کنه از حقیقت براتش کنار چون دکتر تو بیجینو بشتم شاید دکتر همون شخصیت باشه بگه اوه این کتک دختره که دیوانه بوده گفتم نه اینو نگم اون کارش هم بزن نگم بعد اون کارشو که مطمئن بودم و صد بار کرده بود و گفتم بعد با این حال یه روز دکتره برگشت نگام کرد بعد از یک سال به من گفت آقای سوهل تنها کسی که تو زندگی من گفت آقای سوهل و آقای سوهل من این حرف رو نباید به مریضان بزنم ولی شما واقعا شانس داردی این دختر از زندگی در فیرون ما از این دختر این میبینیم توی چیزامون هستن اینا بدترین نوع دختری هستن که وجود داره فقط برو خدا رو شکر بکن که تو زندگیت نیست چون این آدم ده سال دیگه تو رو از زندگی چیزت میکرد خود خود بگو معروف خود از بین میبردی وقتی دکتر اینو به من گفت من هزار درصد مطمئن بودم که داره دا راست میگه چون هیچی خودم از افرش نگفتم و همون ثانیه هم میفهمم که 99 درصد آدم دیگه اگه اینجا بودن یه چیزایی به دکتر گفته بودن که دکتر شش ماه پیش بهشون اینو میگفت نه ماه پیش بهشون میگفت شانسی درست در میمدا ولی میتو سورس نیاد برای همین رو این حساب و رو این دید نگاه کردم و دیدم که یارو داره یه بیزنس میزنه الکی ساپورتش میکنن دروغ بهش میگن یا مثلا حتی بچه‌ای که مثلا ویدیو درست میکنن ادیتور الکی بهشون بالو برگ میدن ها خیلی قفایی گفتی خیلی قشنگ گفتی اینو باید اینو باید شورت کنیم با هم دیگه فایو میکنن الکی بعضی خیلی لوس نو نو من جونج. کوچیم باحال بود قشنگ میبینی که همش فیلم و همش پلن شده است و من اینو بگم یارو از این پوزیتیو من. من خوشش میاد احساس میکنه ساپورتش میکنم این کارشو ادامه میده پس من دوباره هنوز پول میگیرم همه دارن من وقتی با تو رابطه دارم تمام رابطم الانه حتی به یک دقیقه دیگه فکر نمیکنم که قراره بریم کجا غذا بخوریم با تو الان دارم میگذرونم رو نگاه میکنم نگاه میکنم تاتو تو نگاه می‌کنم خودم, خودم فکر می‌کنم شلوار تو تنم بود اون <applause> با زنت که رفتم شلوار تا که تنم بود شورت هم نپوشیده واسه همین من اینو خیلی میام به <applause> من میگن سوال ما با تو راحتیم ما با تو هر دیگه حرف میزنیم این حرفو هزاران نفر به من گفتن پس من این چیز راجع به خودم آگاهی پیدا کردم که یه چیز خاصی دارم که بقیه ندارن بعد اونم خودم استادی کردم که من چی دارم که بقیه ندارم من وقتی دارم با تو حرف میزنم به این فکر نمی کنم که الان اگه مثلا به تو یه دونه تیکه بندازم هفته بزنم بزنم بگم بزن، پادکست بگیریم میگه او من الان بیزی ام اصلا به این فکر نمی کنم برای همین رفتارام تکون نمیخوره نسبت به چیزی که من دارم حد میزنم چون شاید تو آدم عقده ای نباشی شاید تو بیشتر فکر کنی به من احتیاج داری حتی ناراحت هم باشی من زنگ میزنم هم جات بدی تو شاید از این مشو که من ناراحت نشی ولی آدما به خاطر طرز منتالیتی که خودشون دارن به خاطر جوری که فکر میکنه هنو یه درصدی واسه این میذاره میگه من دارم با این ویدیو زب میکنم اگه اینو بهش بگم یه وقت ناراحت میشه دفعه بهش میزنم نم میگه می نمیاد نمیگه من اونو ندارم من اون لحظه با تو هم. با تو دارم میگذرونم اون مومنت مال ماه من اون مومنت مال ما رو نمیخوام کثیفش کنم با تفکرام اصلا قدرتشو ندارم انقدر مغزم قاطی الان منو تو هم. اصلا وقت نداره فکر همین داره. من از میونه حرفا که چه حرف میزدی اصلا یعنی من همین تو همین جام اصلا یعنی یا اه... یعنی بنظرم دوستی ها و رابطه های سالمه که آدم توش توقعی نداره کلا خل... آره چون توقع من مثلا که سولوان هر روز زنگ میزنه قربون صدقه ام بری اونم اینجوری نیست که خود زنگ اول خفن دار بتون ببینیم میبینیم انگاد میکنیم هر وقتم کمک اگه داشته باشه اون به من زنگ میزنه من داشتم به اون زنگ میزنم اصلا بحثی نیست که فکر کنم آقا مثلا این کار کنم اون کن. بس... چون من دوست ندارم رابطه ترانزکشنال باشه رابطهایی هایی که ترانزکشنال میشن این اینقدر من اونقدر بذارم مثلا رابطه های تخمی میشن آخرش و میگم توی این پروسه دوستی ها توی سفر ها هم برای توی سفر همش حال میده تو تور چون توی ون نشستی داری به گام میری از این سیت به اون سیت با رفیقاتین این آقا همه داریم جای تخمی میخوابیم داریم کف اینجایی که پر نمیدونم آبکیر جیسن داری میخوابی کف اینجا و مجبوریم مثلا من یه بار یک برده بودم تور فکرم مثلا یارو اصلا هیچ کاره بود مثلا و میگو من اینجا نمیخوابم. آقا من <applause> که کل این قضیه دارم بغل همین گو میخوابم من قور نمیزنم خیلی ریلکسم حالا تو اگه از اول شما گفتیم خود تور ما اینجوری داستانش جوری اگه استانداردهای خیلی شیکتری دارین شما ببخشید ولی این داستان از اول روز اول قبول کردی با من بیای سفر میدونستی اینجوری داستان میگم برای همین اون آدمایی که الان دیگه آدمایی که انتخاب کردم الان تو زندگیم اون که درام میزد شب کانسرتت خارجی بود درست میگم یکی بود هنرو چی بود اسمش خوان خوز خوان خوز تو ونکوور میگی یا سیاتل میگی چون فرق داره مگه خوان ونزوئلایی بود بیس میزد آها من با اون حال نکردم من <تصفح> <بند> خدا <تصفح> از آ... فکر یعنی فکرم اینقدر هایی بود شاید خیلی این آره خیلی داغمون اینجور بود نمیشه آره بعد من از این که همهش اینجور بود حال نکردم خود جمع کنم بابا بابا <تصفح> بند خدا اون تو فعاز خودش بودی که بابا تو این باشی آدم ایرونی مثلا دورورد نشستن اونم با نشه کنه یا اصلا زونت کنه همه گستشورای ما رو نه خیلی چت بود بعد یکی از پیتزایی که گرفته بودی روش سبزی داشت ولی چون یارو خیلی نایس سبزی رو کنار گذاشته بود که توی پیتزا داغ نشه بعد وقتی من داشتم پیتزا رو آماده میکردم این اومد اون پیتزا رو برداشت وقتی اومد اون پیتزا رو برداشت پیش گفتم که این پیتزا این با این سبزیه میاد سبزی بذار روش که پیتزا رو کامل بزنی یعنی تست شف بعد تو اون های... خوره با شاخی برای شما که به من نگو چیکار کنم <applause> من میخواستم یه دونه مش بزنم بلنج همونجا بشه دیوار فراس و بلنج تعریف کنی چی شده بعد سمت هم رفتم یعنی گفتم نه. کن هم داغونی هم احمقی هم نمیدونی مثلا با کی داری فاکر میکنی؟ میکنی آخه دعیز بزنم تا پارت کنم دم به حال میدم جواب میدم همین بعد گوشم بزن هاوی شما نمی میرم واسه این واش نکردم نه اصلا من یورو کلا تو زندگی سه دفعه دیدم نه فقط گفتم بدون اینکه من اصلا برام فرق من دیدن تو خام نیست ازت خوشم نمیاد نه, 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 نه با با. من بابا من که اصلا تو خام نیست چون من بود یورو شو اصلا دیگه کار نکردم من یه بار من لازم داشتم نبود اون یکی موزیسیانی که باش کار میکردم از جون میگفت سری دقیق 90 استفاده کنم من همین فقط دیدمشون لحظه بعد وقتی من چون تو بعد یه استفاده کردن آدم واسه وقت همین دیگه چون ادمی که رفیقاتم باز آشنایی باشم میری سفر میدونی خوب داری قرار چی میگی نمیخوام مثلا میگم تو همین تور آمریکا یه پسره بود خیلی موزیسین خفنی بود و یعنی اصلا در حد یعنی واقعا که بهترین نوازنده که تو اونم دیدم و اینو برده بودیم توی واشنگتن دی سی خونه که دوستان یه پسره خیلی لطف که مهربونی کرد که آقا بیان خونه ما چون جا که هم داشتیم با هم رو پخش و پلا میکردم بعد این دو سخره کسخولش از اینه که مثلا انقدر اسید زده روش مونده بود و چشا فقط تو افقن و اصلا سلام میکنی داره به دیوار نگاه میکنه اصلا تو نگاه نمیکنه یه انرژی عجقه من, من تشویق نمیکنم آدما آدم پارتنرشون رو توی سفر و توی تور میگم آقا هر کی آقا با... اینا باید جدا کار و اون چیز شخصیتون رو باد واقعا جدا از کار بکنید چون نمیشستم دیگه دوباره میگم بچه هم نمیشستم هم. استخدام هم همه خیلی کول cool در زور همه چیل انرژی خوب اگه من نیم ساعت اینا رو گذاشتم تو اون خونه به من نیم ساعت بعد که زنگ زد زنگ آقا پلیس دم دره اینا با هم دعوا کردن کتک کاری حالا من معذبم یارو مثلا خونه صاحب خونه بنده خدا لوت کرده اتاق خواب داده مثلا ما اینا رو جا بدیم اونجا همونجا براشون بیلیت گرفتم همونجا براشون گردوندم گفتشونو چون گفتم آقا من اینجا بی احترامی و به خودم هم به دوستایم که به من اعتماد حالی کردم یعنی. من اصلا حالیم نیست من اصلا خیلی کله خرم سر اینجور داستان بی احترامی ای که اینجوری بشه وقتی به یه لطفی کردی یه حالی دادی و اون آدم اونجوری جواب تو پس آره بده آره. من آره. همونجا اصلا مثلا چانس دوم تو خیلی چیزای اینجوری نمیدم همونجا گور گور گو گو بزنی دیگه اگه به کسی خوبی کنی بعدی کنه سه برابر آدم میسوزه نه تو دو برابر واسه همین دیگه بعضی وقت اتفاقش میفته دیگه بعد در صورت سوال... بریم آقا کم آره. کم خیلی نمیدونم مثلا دو سی و وقت نوارم هست تو قرمه سبزی دوست نداری گفتی نه متنفرم یعنی حاضری بخوری یا با به چیز دیگه بگیریم برات مجبور باشم حالا مثلا یه, یه, ذره مثلا از گوشت شاد بردارم چه میدونم ولی کلا دوستان تو پادکستم تعریف تعریف نمی کنم یه حسره... ذره 18 پلوس ولی کلا در مورد چیز خوردن خانم است یک شخصی که قرم سبزی زیادی خورده بود برای همین سرتون درد نمیارم اینا اگه بعدا اگر یه جدیدی در مورد کینگ آخه یه موقع حتی هشتگ تو توییتر در موردش آقا بخاطر این داستانات دا کامل تعریف میکنم تو پادکست خودم بعد یکی زد مسی زد تو توییتر که فلان تو دهنت رام من دیگه بخاطر تو دیگه نمیتونم قرمه سبزی بخورم الان قرمه سبزی خودم دوست ندارم نه که دوست ندارم قضیه مورد علاقه نیست هر ایرانی هم میبینی مورد علاقه شه بعد ما مامانم زنگ زد گفت گفتم دارم رامین با نامی میام گفتش که بعد بخوام قرمه سبزی براتون درست کنم گفتم عالی عالی چون فکر کنم به رام میگم یه ببخشید واقعا میدونم میتونیم بریم سرها کباب بگیریم بریم بریم چی میشه داره یه کارش میکنیم حالا یعنی با تو برابکس دمتون گرم لوف یو لطفاً لایک و سابسکرایب نکنین چاکس چاکس